اینجا هم هجرگ آقای مدیر بچه بره ننه بگوی بز هیچ با کش نیست فقط نظر این زمان بسه پلاستیک بخوره ننم گفت چه قمشه که درش بشه 500 تومن حتی نشه سجل و ماشه بابت دکتر و یه تا پاک از شیره هم نشه 3000 قابل شما هم نده همین چی گفتم؟ بله برو خونه تو بله نگاه کن نگاه کن آب افتیده تو سوراخ مورچا چه خبرتونه شما؟ ببینم بوز قلار هشته بودی جلوی ماشین آقای مدیر رو دادیم عقب بشینم مخیط به تا آقای مدیر عرض کدم تشریف بیارن جلو بوز قلار رو بگیرم بقل خودشون نخواستن رفتن عقب نشستن به من چه؟ چقدر تقدیم کنم جناب؟ کت خود حساب میکنه بفرنده شما برم خیلی خوش اومده ببین دوست تا از این زبر زرنگ هاشونا جدا کن این وکو وسلای آقای مدیر رو بردارن بیارن بقیه شونا به سلامت چشم علی رضا غلام جلدی وسلا آقای مدیر علی بره خونه یلا ببینم بدو قدمش رو چش تو چش کی؟ مولا نمیشه بیاد و تعارفی عزتی خوش به خوش بدی بهش بگی تو که هستی دادا جان دیه ما چه کار هستم؟ راستی یه تا چرا که آبرو من میخواستم سلام سلام آبالی کلا اینه بذار دل اونجا مرتب ما واسه شام بشید سلام علیکم خیلی خوش اومدید قربان شما خیلی خوش اومدید سلام بفرمایید بفرمایید اجازه آقا عرض خاطر دارم الله نگاه کن نگفتم مغازه باش ببخشید آقای مدیر ای بابا لباساتون خوب پر خاکه وانته دیگه خدا بگم چه کارش کنه این غیرالله هیچی هم خود نمیشه بیش بگی دیه دو یک تفانت غیرالله سلام ایالو بچه هست بله بفرم سابوچ آزاد شد و پس از رها کردن آرزوی مترجم شدن در شرکت مانسان به آموختن فوت و فن تجارت پرداخت. اینو پرش کن. چقدر بریزم؟ پرش کن. چقدر؟ 50 تومن، 100 تومن. بابا مال مدرسه. آب از دستت بچکه. پرش کن مگمت. امو یاور سلام. سلام. یه تا کسی گچ میخواستم آقای مدیر اومده خیلی خوش اومده شما برید من خودم بیارم پس زود بیاردم باشه خداحافظ باشه خداحافظ مادانور های بیا برای دردی برای مدرسه رو رای بزن پرگل و ناز کلم گفتم بیا کمکه من برم نه پس من بیا برو صد نفر آینه به دست سکنه که چل سرشم بس خم کنی خیلی آشه دن سوزی هستی زود باش عجله کن یالا عافیت باشه آقای مدیر سلامت باشیم بفرمایید به 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 دست درد نکنه دختر دست درد نکنه آقای مدیر این شولیه آش یزدی ها ترونی هستی نه؟ بله وقت چرا این جایو؟ خودم داوطلب اومدم به جای پرتو دور خدا بیاد عجب بده انشالله موندگارم باشی معلم قبلی یه روز رفت شهر و عاشق شده دیگه نیومد من سعی میکنم عاشق نشم نه تو شهر نه اینجا آفرین باریکلا عشق اختیار آدمی زاده از الان میگیره دیگه خودت نیستی شنفتم بچه های شهری و تیرون دیگه عاشق نمیشن چرا بعضی هاشون هنوز عاشق میشن بعضی وقتا ای بابا یکی اتاق کناری
مدرسه هست، داده جون رو براش میکنه و انشالله تو زندگی میکنه. تو هم یک چمدون خورده ریزا رو داری؟ بله بله، فقط همین یه چمدون و خورده ریزا. نارتو که خوردی تو ایوون یک تا خواب و یک تا چورت درست سوی مزنی و انشالله بعد از میر مرسی. دست شما درد نکنه، عادت ندارم به خواب روز. سلام، خسته نباشید. سلام. اون کیه؟ خب ما جانه دیگه نمیشناسیش؟ چرا شما؟ چرا مردا این کارو نمیکنن؟ این کار کار زناه. ازش عکس بگیری؟ نه نه، برو به کارت برس. سلام، خسته نباشی. درمونده نباشه. تو دختر، شما دختر دده جانی؟ بله، دختر دده جانم. زهرا، اون سطل رنگا بده من. در و پنجره باز باشه، باد مخوره تا شب هم خوش میشه، هم بوی گچ و دوغابش میره. چشم، حتما. خداحافظ. بریم بریم بچه ها، بریم.
آنت نامد آقای مدیر، اینجا تگ دنیاه، هیچی نامده. سلام آقای مدیر، خیلی خوش اومده. سلام، گل از کجا آوردی تو این برهوت؟ دیروز از شهر خریدم، گذاشتم تو چای قنات تا تازه بمونه. برا من آوردی؟ قابلی نداره، دارم منم خواستگاری، سر زده و بیخبر، خودم تنها. مبارک باشه، به سلامتی. اسمم آقا حشمته، شما بگید حشمت. منم کارگرم. منم سلمونیم، آرشکر. تازشم، موتورم دارم، هر وقت خواستی میبرم ات شهر، البته غیر امروز. بله امروز که نمیتونی، داری میری خواستگاری، سر زده بی خبر تنها. فعلا وایزیدت، خدا حافظ. خدا حافظ. آقای مدیر، چای آدم برای تازه دم تازه دم. آقای مدیر. سلام. سلام. ببخشید. کجای آقای مدیر؟ چای تازه دم، خوش دم، خوش رنگ، مثل چای شما شهری ها نیست که خاک چای میکنن تو کیسه کو چای درست میکنن. ممنون، من میل ندارم. باکیته؟ چرا؟ یا باکیته؟ آدم یه هنچون بره تو خودش چای هم میل نداشته باشه حتما یه باکیشه. اتفاقا مدیر و معلم های قبلی هم که میمدن همینطوری بودن، یعنی اولش اینطوری بودن، کبیره دیگه، چکامشو بکنی. خیلی ها میان اینجا، از شهر میان، از تهران میان، از اونور دنیا میان، چش آبیا، چش سبزا، چش بادومیا. یه روز تو خانم خارج اومده بود اینجا، چش خاربه داری خیلی خوشگله. بعد بیابونو نگاه میکرد، همه گفت پویتیک، پویتیک، صد بار گفت پویتیک، پویتیک. ما یه روز رفتم شهر، خونه بره درون شهر زندگی میکنه، پسرش هم درس خونه. گفتم آمو این پویتیک یعنی چه؟ کتاب ورق زد و گفت یعنی شاعرانه. پویتیک، شای. بله، منم تعجب کرده بودم، منم مثل شما مونده بودم، آخه این بیابونه بره بود کجاش پویتیکه؟ حالا قناته بگی یه چیزی بخور، چایت چایت رو بخور، سرد نشه. دقیقه دی احالی میان میرم پای میشینیم گپ میزنیم. نوشه جو بفرم. کت خدا خیلی دوست دونده، به خاطر بودم شما رفت دوست فرزه زنی. خیلی ممنون، قابل شما رو نداره، خدا زیاد کنه کت خدا. البته سوره بعدی برای وانت خیر لایک نو خریده. بله کت خدا، البته وانت که نو نیستم، این وانت که ملیت خانم دکتر بوده، فقط باش می رفته تا متا
با وانت فقط میرفته مطب؟ با چه برمیگشته خونه؟ شطور حالت قشه؟ ای کریمی که از خزانه غیب گبه ترسا وزیفه خورداری بخوره درم خورا بخوره دیشاله که حلاله اما یاور معلومه سیر و پرخور دیان بله الحمدلله خوردم سیر سیر شما بخور اگر هم چیزی گیرت نیمد آقا با دیره بخور اما یاور نمیخوای بگی چی شد؟ وقتی میگم چطور شد که کار تموم کرده باشم بس یعنی کار تموم نشده جواب رد دادن نامردا چرا؟ میگن کبوتر با کبوتر باز با باز یک یعنی برو عاشق دختری بشو که هم قد خودت باشه پس فرفتا شما هم دیگه ایچی ازم نپرس تو حالا بد میشه سلام آقای مدیر سلام اساسا رو آوردین بله بله دست شما درد نکنه آقاتونه پدر بزرگمه معلم بوده کشاورز بوده اون عکس کیه؟ دیوید بکام دیوید بکام اون وقت دیوید بکام کیه؟ بازیکن رئال مادرید پس بازیکن رئال مادریده خواهی فوتبالیست بشی؟ چرا؟ چون فوتلیس ها اکس چونه باشه هست منم خواه اکس همه جا باشه یه ذره بیم برتر دست به سینه بایی سوالا بیا این بر یه ذره دیگه بیا یه ذره خوبه 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 دست به سینه لبخند بزن بخند بخند بیشتر بخند خیلی خواه تو اسمت چیه؟ لیلا شبا که میخوابی جمارا خاموش نکن چرا؟ چرا خاک روشن روشن نمیاد؟ کیا نمیاد؟ همونهایی که قناتو خوج کردن آقا مدیر
آقای کارگر؟ سلام، دارم برم شهر، میای؟ دیشب خیلی بد خوابیدم. خب شب اول بوده، عادت میکنی، شهر میای؟ باید صبر کنی، حاضر شما. ما همیشه برای شما وقت داریم. صبر کن. این در پنجره هم خودم برای تو شیشه مندازم، خطر داره. خواه اینجا واقعا موبایل آنتن نمیده ها.
آنتا نمیده. گفتم خو اینجا هیچی نمیده. البته اگه بایستی رو باد شما شاید قطعیت سلام علیکم نصف و نیمه آنتم بده. اونم نه همیشه. بعضی وقتا. تازشم. باید سیخ وایسی تکونم نخوری. تا شاید صداها از اون بر بیاد. راستی یادم بنداز رفتیم شهر حتما یه آینه بخره. نه مخواد بخری. به ماجم میگم یه تا برات بیاره. کلاه ایمنی نداری؟ تو کوه، تو کوه که کلاه ایمنه نمیخواد. تو کویر نمیخواد، تو جاده آسفالت چی؟ یه تا گوش، یه تا بزد تو گوش من. این دیگه چی چیه؟ درس انگلیسی. درس انگلیسی به درد من چه میخوره؟ من باید زبون نرم کردن بابای ماه تلت یاد بگیرم. خیلی آقای آقای مدیر، راست اسمت چی چیه؟ آپتین. چی چی؟ آپتین. آپتین؟ آپتین همون آب انجیره؟ اسم پدر فریدونه. یه فریدون میشناسم تو بازار فالوده فروشی داره. این فریدون شما که همون فریدون نیست؟ فریدون شاهنامه. آه میشناسم میشناسم. جدا میشناسی؟ فریدون نه، ولی رستم و سهراب و اسفندیار تامینه. رستم و سهراب اسفندیار تامینه. تازشم خیلی قصه هاشم بلدم. مثلا قصه سیاوش و رودابه. مادر من به خدا توی این روستایی که من هستم موبایل آنتن نمیده. چرا چرا تلفن خونه هست. متو مسیرش خیلی دوره، باید با موتوری مینی بوسی چیزی برم. شما نگران نباش، من خودم مراقب خودم هستم، تماسم میگیرم باهات. خودم تماس میگیرم. سلام به همه برسون. خداحافظ. خداحافظ. خریده چی چیه؟ خیلی چیزا، توپ، تور والیبال دیگه. چه؟ شما عاشق شدی. دختر اولش گفته هستم، بعدش گفته نیستم. شما هم عصبانی شدی اومدی یه ده دور دست، درسته؟ چه ربطی به تور والیبال داره؟ ربط داره. آدم اگه تو شکست نخورده باشه عجب خودش تور والیبال میخره برای مدرسه. چه ربطی داره هشمت جان؟ ببین شهر یا تو شکست میخورن میانده، ما هم وقتی شکست میخوریم میریم شهر، درسته؟ مثلا همین آقا خارجیه اومده اینجا دنبال چی چی؟ لابد عاشق شده. نه همینه دیگه. اون وقت نکه اینا شهر دهشون توفره نداره، شکسته هم بد جوی بوده، گفته بی خیالش میرم اون ور دنیا. بی خیال. تور والیبال کجا بخریم؟ حالا راست راست عجیب، خودت میخوای تور والیبال بخری؟ فاکتورشو میدم اداره، ایشالله میده. چجای قشنگیه اینجا. آقای مدیر که هستی، رفیقم که شدی، من که شما رو جای بد نمیبرم. بیا اینجا نوشته خونه مالکی بود و چه سالی ساخته شده. انگلیسی هم داره، انگلیسیشو بخون که درست هم خونده باشی. بفرمایید.
حیف که توی از راست نیست دختر بدازن. الان میدونستم چه کار کنه. تو شهر بهش میگن آدم ربایی. اعدام داره. اعدام چرا؟ این دزدیدن با اون دزدیدن فرق میکنه. این اسمش عشقه. خیلی جاها رسمه که بدازن. حیف که توی از راست نیست. خیلی جاها راست نیست. من میدونم مثلا یه زمانی سمت ترکمن صحرا اون برا رسم بوده. الان دیگه هیچ رسم نیست. من خودم رفتم خواستگاری، گفتن نه. گفتم باش. نگفتم، نگفتم شما هم عاشقیت داشتی؟ نگفتم. یعنی این روه اونا گفتن نه، شما هم گفتی باشه. همین. آره دیگه. یعنی وقتی گفتن نه شما هیچ چیز نشد؟ دلم شکست. خب گفتم یه مدت برم به جای دور از همه چی دور باشم. شاید کنه خواستم برم از آتو بخور. بچه ها همه بیان داخل کلاس. داخل کلاس. پدر بزرگ من کشاورز بود. پدر پدر بزرگم کارگر بود. زمانی که میخواستن به شناسنامه بدن ازش میپرسن شغل شما چیه؟ میگه من کارگر. اونا هم شغلش رو اسم فامیلش قرار میدن. اما الان دیگه اینجوری نیست. یعنی اسم فامیل آدم ها رو بر اساس شغلشون انتخاب نمی کنن. مثل من که آبتین کارگرم. اما شغلم معلمیه. مثلا بعضیا فامیلشون آهنگره اما شغلشون آهنگری نیست. متوجه شدی؟ بله. متوجه شدی محمد امین؟ بله. آفرین. کتاباتون رو بذارید رو میز. پنجمی‌ها و سومی‌ها الان خوشنویسی کار کنن. مریم تو به چهارمی‌ها دیکته بگو. دومی‌ها علومشون رو باز کنن. آقا اولیا چه چی؟ اولیا به علوم دومیا گوش کنن به دردشون میخوره. یارقلی اوی یارقلی یا بریم بابا هزار تا کار داریم. یا بریم کجا؟ بشی سر جات. آمد قلی، اولا که یارقلی درس داره، دوما پس مقرراتی که ما گذاشتیم چی میشه؟ بابا ناسلامتی اینجا مدرسه است، سر زمین که نیست. شرمنده آقا معلم، چیکار کنم؟ منم یه نفر آدم هستم و هزار تا کار زندگی. او هم نباشه که دست تنها میمونم. یارقلی، وسط جمع کن برو. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. خداحافظ. من بیرون با همه هستم تا بیای. سلام. سلام. بفرمایید. دستتون درد نکنه. ممنون. ننم گفت اگه غذای چیزی دوست دارید بگید براتون درست کنه. نه هر چی درست میکنین خوبه. شما میپذین یا مادرتون؟ میگه فرقی هم میکنه. فرق که نه، ولی بالاخره اگه شما هم نپذین
مخلفاتش که شما میچینین درسته؟ شما دارید غذا درست میکنید؟ نه نه من آبو میجوشونم، آب اینجا خیلی آلوده است. بله خیلی آلوده. راستی آقای مدیر غلام مریضه، بانت خیرالله هم نبود که ببرمش شهر. اگر شما قرصی چیزی دارید ببرم بهش بده. غلام؟ از این طرف بده. این قرصا فقط مسکنه، تا صبح اگر بهتر نشد حتما باید بره دکتر. همش هم مال اینا با آلوده است. باید یه فکری کرد آقای مدیر. امروز بچه من، فردا بچه یکی دیگه. باید از این خراب شده رفت. به چی دلمون خوش کردیم خدا میدونه. معلوم نیست تو سن این بچه چیشی میگذره. برادرش پار سال مرد. نمیدونم، گفتم به خاطر آب آلوده بوده. بعض وقتا حرفای عجیب میزنه، کارای عجیب میکنه. همه تو کارش موندن. تا 20 سال پیش هجرک اونجا بود، دور و بر قنات. آب قنات تو خونه رد میشد. خیلی از خونه هم پاکنه داشتن. چند تا پله میرفتن پایین میرسیدن به آب. میگن آب داشته مثل عشق چشت زلال. آفتاب که توش میفتیده مثل آینه، یا در یا آب بوده. بچه میفتیده توش آب میبردتش. بعدش زلزله میشه، هجرک و چند تا دعای اطراف خراب میشه. اونایی هم که موندن نمیخواستن خوناشون رو نشه عزیزاشون بسازن، میان پایین تر خونه بسازن، همین جایی که الان هجرکه. زلزله چای قنات هم را کور کرده. آب دیم همون آبباری کی بود که دیدی. قنات باید لای روبی بشه، بعدم آبا بکشم تا وسط دی. میشه؟ شدنش که میشه، فقط کسی دل و دماغ این کارا نداره. اصلا کسی نمونده. مردا که رفتن شهر پی عملگی و دست بروشی، هجرک مونده و یموش زن و بچه و پیره من. چقدر تماشاچی داریم. خوبه دیه، تفریه براشون. بچه ها بیاد اینجا. فرار کردن. تو این چیزها رو از کجا یاد گرفتی؟ چی را؟ همین لای روبی و کانال کشی و. خب از بزرگترا. همه خیلی چیزا از بزرگترا یاد میگیرن.
یعنی تو هم شنیدی، هم فهمیدی، هم بهش فکر کردی. میدونی دلم میگیره وقتی میبینم مردا رفتن، زنام به فکر رفتن. یا اینجوری باشه چند سال دیگه چیزی از هجرک نمیمونه. کارگر سلام، دیر اومدی این برج. نار چی داری؟ روبه راست. ببین من میرم تا این فخرآباد با ایوان تو، زودم بر میگردم. نهارت آماده باشه، ترشی پیاستم جور باشه. چشم، خدا خیرت. ساکت. خدا حافظ. مادر گفت میدانی زندگی مثل یک سفر است. همه ما مسافریم و باید به سمت خوبی ها و پاکی ها سفر کنیم. یکی از کارهای خوب خواندن نماز است. پنجمیا بنویسن. مادر و پدر برزویه هر دو دانش دوست بودند. بابا اینا هم مادر رو برات فرستاده. زحمت کشیدی، حقوق دیر اومدی. تازه حقوق که بدم باید 20 آبادی رو سر بزنم. این برج هفتم اومدم، یه برج هم میشه دهم، یه برج هم میشه 15. روش که ننوشتن. اشکال نداره. راستی اینجا روبو انارا خوبی گیر میاد. یه دو تا شیشه هم برام بگیر. چشم. ببینم چی درست کرد. نوشه جان. آب ترتی رو درست کردی. و پیازت کو. ولی من پیاز... لابا تو خیلی بگی پیاز گیر نمیاد. اینجا همه چی گیر میاد. اینا بحثشو از من تو بهتره. بگیم اونم از اول وا دادی. ببین خودت باید دست آسین بالا بزنی. مردم خودشون هم کمک میکنن. چه خوش خیالی. حالا فعلا لوله سیمانی بدن برای کانال کشی، گمونم کار را میفته. دوندگی داره، اداره بازی، دوندگی. خودت باید کفش کلاه کنی بیه شهر. میام. اینجا واقعا مسئله است. یه سال که بمونی دستت گرم میشه برای سالا بعد. سالای بعد؟ بله. من موندنی نیستم. هیچ که موندنی نیست. یه کمک بده.
بگی آرسته بگی بیا خدا خیر. قنات توی کشور ما تاریخچه طولانی داره، ولی الان دیگه توی شهرها از قنات استفاده نمی کنن. آب برف و بارون میاد پشت سد جمع میشه، بعد از طریق لوله کشی های زیرزمینی میاد تو خونه های ما و شما. آقا آب لوله کشی تو خونه ما میاد؟ خونه شما میاد. یه شعری هم در رابطه با آب گفته بودم حفظ کنید. غلام حفظ کردی؟ بخون. آب را گل نکنیم شاید این آب روان می رود پای سپیده داری تا فرو شوید اندوه دلی دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب. کجا بودی پیدات نبود؟ دنبال کار. یه کار آبه رو منم که شاید بابای دختره راضی بشه. چی شد حالا؟ کار پیدا نمیشه. اونم کار درست حسابیه. چرا انقدر سماجت میکنی؟ ول کن. شاید نمیخوان دخترشونو بدن. زور که نیست. فکر میکردم عاشق بودی. ولی نه. عشق باید دو طرفه باشه پسر خوب. دو طرفش میکنم. به زور؟ هر جور که شده. شو منم خیلی الله کاری دارم. چیه؟ فاکتور موتور آوردم. از زیر در بنداز تو دیگه. فقط خب فاکتور موتور نیش من کاری دیت هم دارم راجع به دختر جنا بدم. تموم شد همه خواست اگر رو بده. چی شده؟ داری کجا میری؟ دارم میرم شهر. اون یه زن من میشه یه زن هیچکی. خودمو زمین زار میزنم میرم کاری بکنم کارستو. حالا چرا با اسب؟ موتورم شهره خرابه. تازه اگه موتورم بود بازم با اسب میرفتم. حشمت دیوونه بازی در نیار پسر. منم کت خدا کارگرم باز کنی. سلام حشمت با اسرف خونه این دختره. دختره؟
کدوم دختره؟ همین دختره که رفت تو خواستگاریش دیگه. که چه غلطی بکنه؟ قدیم ما با اسما رفتم دختر از سر سفره بابش میدازیدن. میخوایم امروز این گفو نداره؟ خونه دختره کجاست؟ نمیدونم. فخر آباد. ما جا بهتر میدونه. فامیلشونه. یعنی آشناشونه. میشناسدش. حشمت نزنه یه وقتی کاری دست خودش بده. حشمت. اونا میزنن ناکارش میکنه. بیا بریم دنبالش. بابا کل سهره وقت از دونه. خب شما خودت گفتی الان یه وقت میزنن یه کاری دستش میدن. خیلی خوب. شما برا دنبال ما جان. منم دنبال خیر الله. خب وانت باید بریم. آجا بیا جلو. نه ما برم عقل. بیا جلو. هرچی سریع پسره بیاد حق بشه. آقا با چه حسابی میری خواستگاری دختری که نه مال توه نه حق توه؟ صد بار بهش گفتم دختر میخوای تو حمیده فراوونه. مگه تو گوشش میره همش مگه عشق عشق عشق. اینا تو شهر یاد گرفته. خب اونو میخواد که حد خدا خود میکنه که اونو میخواد. پس تکلیف دختر آدمایی مثل من چطور میشه که نمیذارم پاشینو تو درگاه خونه بذارم بیرون؟ ها شما بفرمایید. البته شما هم راست میگی. حالا خانواده دختره چه جوری ان؟ پشت در پشتشون خان و مالک و زورگو و سر میبرم مثل درو کردن گندم. البته قدیما حالا نه آدم بکشم مثل آب خوردم. یزدی ها که اینجور نیستن که حد خدا. ای بابا اینا چه حرفیه میزنید؟ مثل اینه که بگید همه شیرازی ها شاعر هم. همه اسفرانی ها حاضر جواب هم. آبادانی ها همه شون فوتبالیست هم. ای که نمیشه؟ خدا من همه جورش خلق کرده خوب و بد. اما این خانواده ها خلاصه بهت بگم سر میبرم مثل درو کردن گندم. اینا تقصیر خیرالله. آقا من نمیدونم چه حسابی میره خبرکشی میکنه و واسطه میشه که این پسره رو بنزه تو درد سر. لا لا خونه جناب همینه همینجا. حالا چی بگه؟ بگیم حشمت رو میخواییم دیگه. از بهش کو پس قد خدا حشمت چه خان کده؟ شما چرا باور کده؟ اصلا جورت این کارو که در آخو نداره؟ علی سلام علیکم. سلام نصرالله. سلام آجان. ما اومدیم دنبال آقا حشمت. نصف شب اومده اینجا. یعنی خودش گفته اومده. حشمت؟ نه خانم حسن. خانم حسن؟ آقا هم حسن؟ طلعت خانم هم حسن. اما حشمت این ورا نیومد. بیا نگفتم چه خان کرده؟ یعنی بفرمایید آقای حشمت ما نصف شب اصلا و ابدا اینجا نیومده. بیاد بگه چی؟ راست میگه. بیاد بگه این ورا چی؟ اصلا تو یاد خود راست میگه دختر بدوزن قد خدا. دختر بدوزن؟ حشمت؟ این منظور میگه که مثلا راست میگه. اینا چه حرفیه؟ پس فرمودید حشمت ما اصلا و ابدا و مطلقا نصفش همیجا نایمده. نایمده دیگه. نایمده. سلام برسونید. بریم. پس کجاست؟ ببینم نکنه دارید دنبال حشمت بگردید. دموکای صبح بود داشت با اسبش میرفت خونه جناب. شما حال کجا میدونی؟ من اونجا بودم رو پشت بوم. دیدم صدای سوم اسب میاد. نیا کردم دیدم حشمته. گفتم حشمت کجا میری؟
گفت دلم برم خونه جیرا، گفت دلم انتقام بگیرم. ولی گفتن نیمده. شما خودت با چش خودت دیدی که اشمت رفتن به در خونه جناب؟ دم دم خونه، ولی تا اینجا خومده بود حتما اونجا رفته. بگم من کاری دونده باشه که من چیزی گفتم؟ من اگه بگم شما گفتید منکر میشم. بریم. باشه تو انا رو تو بخور. بفهمید انا نوشه جون. گفتم که اشمت اینجا نیست. ولی دیدن که اومده. بیخود دیدن؟ اشمت اینجا نیست؟ و سلام. خب پر روی این اشمت تا کشتن رفت. من این خونه بدارم اشنسن آدم بکشم مثل البته قدیما. اوه بیچاره شده. شما مگه آشنا نیستی با اینا؟ نه اونجور ندم یه زمونی براشون کار میکرده. حالا میفرمید ما چکا کنیم؟ میگم قد خدا به نظر شما این خونه چند میازم؟ کارل وقتین گفت شنیدی؟ حتما میخوای بگی صدای اسب چی چی بود؟ بله خب خب صدای اسب اربابه اشمت! میره پس میره اشمت! اجا میریری اشمت! اشمت! اشمت این توی؟ باز کنی اشمت! گورتونو گم کنید. چش آقا اینو خونه میخواد. اصله چرا؟ شما هیچ متر بذارید ما ببره؟ بیا بیرون. شما را به خیر و ما را به سلامت. دیگه هیچی به هیچی. چی چرا هیچی به هیچی؟ قد خدا. اگه راست بگی. اگه راست بگی بزن. بزن خیلی خوب. بسه. بیا برو بشم. خیلی خوب. بیا برو. بیا برو عقل شو. بیا بسه. خیلی خوب. خیلی خوب. بیا بسه. برو. بیا بریم. بریم. خدا داره میری پایین، همون بالا اومدن با خدا معلوم نیست بیه پایین. اون دیگه میره زیر زمین انگار جون خودش کده. دو تا دبل گل بریزه پایین بخوره تو سرات خلاص. حالا آبادی ما چند تا همین تو قنات همین نفله شده. دنیا همینه، دنیا پاک دنیا نشتی زحمته تا مختی بیر راحتی این دنیا جایی نیست. خیلی خرج برمده، یعنی ریزش کرده آبنگ نداره اصلا صاف نمیکنه. این تقریبا میشه کن نزدیک یک سال ریزش خیلی داره. این موها باید همش کور کن، از سینه کاروش تا اون دیگه آب میاد بیرون باید همش کور شد. هیچ کاری که نشد نداره دنیا خدا، همه کاری شدن داره اما کاری که مثلا خرجش زیاده صرف نمیکنه. همه اگه بیان دست کمکم باشه خب کم در بیان نشدنی تو کار میاسلن. از تو کاری که همه کمک همه با هم باشه، دستشون یکی باشه. همون خانمه ببین تا کجا اومده. آره یه لحظه سب کن. های کن آی هلپ یو؟ میخوام برم هجرک. دو اسپیک فارسی؟ بینی دس وی خیلی دوره. Where are you from؟ جرمنی. آلمانیه، میخواد بره هجرک. خب پیاده بیادونم از این جاده؟ یعنی میگه بشینه ترک موتور جا داریم اصلا میشه؟ اکسکیوز می من پیاده میام، شما خانمو با موتور ببر. اصلا من پیاده میشم شما خانمو ببر. من موتور سواری بلد نیستم. یعنی میگه با موتور ببرمش تو ده زده به سرت. این گناه داره خارجیه، نمیدونه تا هجرک چقدر راهه. خب میگه چه کار کنه؟ هی Can you drive the motorcycle? Motorrad? Ja. Ja?
میگه بلدم، موتور سواری بلده. خودت میباری یا خودت هم بدوزی دیگه. پس نه، من ببرم بدم تو بدوزی که خانم پیاده بیاد تا اشتراک. این رسم مهمون نوازی دیگه. لاقل اینا رو ببره با موتور. خب آره راست میگی، چه عجب، یه چیزم من راست گفته. کامان پلیس. ماش با یه تا هندل روشن کرد. من خودم همیشه دو سه چهار تا هندل میزنم تا این موتور روشن شه. خداوند و مکن هیچ بنده غمناک، هر آن وقتی که کارت مشکل و یک. سلام مادر، یه دوتا نوشابه خونک با ما میدی؟ نوشابه خونک. مرمانه یه خونه کت خداست، یه خونه داده جان. خانمه کیه هشمت؟ سلام، از کجا بدونم؟ سلام، با موتور تو اومده، چطور نمیدونی؟ نوشابه خوراک میخوری کت خدا؟ نخیر. سلام. سلام. سر جاده وایستاده بود، میخواست بیاد هجرک. ما جان بردش خونه خودشون، زن و بچه هم دوره برش هستن. میگم آقای مدیر یه او چیزی بدی نگه بره زن و دختر ما بد باشه. چی داره بگه مثلا کت خدا؟ مثلا گیرم یه چیزی هم بگه، کی میفهمه این داره چی میگه؟ میخوای بره وسط و بیابون یا تا چادر بزنیم و قرنطینش کنه؟ ده نمیفهمی؟ نادونی؟ اصلا دختره چه کار داره توی روستا؟ تک و تنه اومده اینجا؟ ها؟ مگه خود شما نمیگفتی توریست زیاد میاد تو هجرک؟ اون خانم خارجی اومده بود میگفت پویتیک پویتیک پویتیک. خب اینجور جا واسه شون پویتیکه دیگه. خودشون یه وجب خاک خالی هم ندارن که. براهود سبز. بله خاک خالی اصلا نداره سبز. حالا دندونش هم بشکنه، مادر بلد نیست براش بشکن. با دندون خودم بشکنم بذارم دهن این. اسم چی چیه؟ اسم من مریانم. اسمشم مارانه، فهمیدید؟ تموم شد و رفت. بخشید بیاد دوباره زندگیتون؟ بخشید دیه؟ مگه فیلمه که تموم شده باشه؟ هی میگه بخشید بیاد، بخشید بیاد. بپرسشون چطور شده اومده اینجا؟ میگنم چطور شده که اومدی اینجا؟ ما جان تو بپرسش. چرا من اومدم اینجا؟ شما گفتی؟ نه نه، خیلی خوش اومدی. نه میگه چرا اومدی اینجا، میگه برای چی چی اومدی اینجا. پدر من خیلی سال پیشتر هجرک بود. خیلی سال پیش، یعنی چند سال؟ 22. چی میگه ما نمیفهمی؟ میگن که نمیفهمن یعنی چه. بگین چند سال، مثلا 2 سال پیش، 5 سال پیش. 22 سال. من خودم مادر 40 سال اتوده هستم، همه اهالی اینجا رو میشناسم ایشون. آخه حتی نشونی بده ببینم بابا چه کاره بوده، کی بوده، نمیشناسمش. عبد پیشش بگو این تر گفت نزه، این تر که گفت نزه ما نمیفهمیم چه چی میگه.
میگدم متوجه نمیشن که شما چی میگی. مثلا بگو که چه کاره بوده بابات. دکتر؟ آخرش کدومش؟ ارس دکتر ارس جدید. میگن که ازدواج کردین؟ نه آروس هم نشده. آروس اینجا میشی؟ مگه تو پسر داری که آروس اینجا میشه یا نمیشه؟ چه کارت رو این کاره؟ حساب بیا برو شدم ها. بیا بروی به این حرفا نیستش بود. به قول کت خدا نادونی ها. چه حال زادم ها؟ یالا بفهمد بفهمد بفهمد. سلام علیکم. سلام از ماست آقای مدیر. آرت یا آرز یعنی چه؟ آرست؟ نمیدونم والا. ما فکر میکنم شما میدونید آقای مدیر. این همه کتاب دارد خواه. دقیقا فرمودین چی؟ والا ما جا صد بار خودش شنفته که گفته آرتس آرست. وقت ما گفت که نمیدونه سین داره یا زه داره. حالا هر توشو نگاه کنه چون چه چیزش مگردن آرتس یا آرتس اسمش بده یا شغلش. ها چطور ما تا حالا عقل نرسید بپرسه. ها حالا دیدن من اون قدم که مگر نادونستم. میگم این آرزد یا آرست اگه اسم پدرش باشه پس شاید دیگه دنبال معنیش میگردیم. بعدش هم شاید اصلا انگلیسی نباشه. والا فکر کنم شغلش بوده چون ما جا میگفت که گفته که آرتس بوده. قد خدا خدا خانم اسمش چیه ها؟ چه کار اسم دختر مردم داری؟ کت خدا شما هم چقدر سخت میگیری. آخه آقای مدیر این اگر اسمشه بدونه زودتر عاشق میشه. یعنی چه؟ دیگه میشناختش اگر سابقشه داشتید او اخه میدونست یعنی چه. این نادونه یلا قبا دوست میداره را به را عاشق بشه. مقصد عاشق پولدارا و خانزادا و خارجی ها. اه؟ آرش مند؟ آقا یه روز دوتا خوار بره داره خارجی مده بودن اینجا. آقا بدو رفت و خواسته گاری یه خواهره. میدونی چند سال شد خواهره؟ 50 سال. ماش کت خدا چلا حالا که سن مردم رو بالا میبری. 48 سالش بود. باریکلا با چه زبونی باشون حرف میزدی اون وقت؟ به زبون اشاره. البته اصل جملش رو پرسیدم و یاد گرفتم. Will you marry me؟ ها همون فرین. وای به حال دیگه به این دختره بگی Will you. خیلی خوب کرد خدا. حالا اگر شما خواستی ازش خواستگاری بکنی من خودم جمله بهترش یادت میدم. بفرمین چایی بفرمین. واکن دده جان اومدم. سلام. سلام علیکم. سلام. سلام دده. سلام. بفرمایید آقای مدیر تو دستکشو نگاه کردن فهمیدیم که باباش دکتر بوده. سلام. سلام. بله دختر دکتر سیفیه. دکتر سیف خانم دکتر شدم. مارانه خانم سلام علیکم. عجب
عجب. ماشاءالله هزار بار ماشاءالله چه بزرگ شدی دختر دکتر سیف الله وزی. به به. اسمش سیف الله وزیری بوده. مادر و مگر بهش میگفتن دکتر سیفی. دکتر دهات بوده. وقتی جوون بوده میره آلمان درس بخونه. همونجا با مادر همین ماران آشنا میشن و عروسی میکنن. بعدش دوباره برمیگرده یزد. میشه دکتر دوره گرده دهات. مگر خیلی مهربون و دلسوز بوده. تازه از کسی هم پول نمیگرفته. یه روز که نوبتش میشه بیاد هجرک، من تب میکنم. مادرم میارتش خونه. به مادرم میگه برو آب جوش بیار. خودشم میاد تو اتاق پیش من. همون موقع زلزله میشه. زمین و زمون زیرو رو میشه. مادرم که رفته بوده آب جوش بیاره، تیره که سایه میفته روش و سرش میشکنه. وقتی مردم میان کمک میبینن دکتر خیمه زده رو من. اون میمونه زیر آبار. من زنده میمونم ولی اون میمیره. مردم دیان میخوان که جسدش همینجا تو ده خاک بشه. خونوادش هم قبول میکنن. بعدش هم مادر مارانه مارانه را برمدر و میرن آلمان. Where is the airport? I'm going to the immigration office. Are you okay? Hey! Are you okay? اجازه آقا بخار آقا ما انگلیسی حرف بزنی. تو اینجا چی کار میکنی؟ باز داری بی اجازه اومدی تو مدرسه؟ آقا اجازه دادی جان گفت شام بیای خونه ما که مارو نخونه بدن نباشه. حشمت کجاست؟ گمونم رفته شهر. خیلی خوب تو برو بابات هم بگو دیگه خرشو نهی رو بنده تو مدرسه. چشم آقا طفله که ماریانه معلوم نیست مارونه است مارانه است. Liebende in Zauberwäldern. Shirin badet, Forellen umspielt, Kirschzweige geflochten in die Architektonik der Zypresse. Unter einem Obstbaum an der Quelle verhoffter Rappe. Die Brise trägt Ahnungen heran, fächelt den Nüstern die wunderbare Ankunft zu. Chosro erscheint auf seinem Schimmel, entnimmt dem Köcher einen Pfeil. Schon liegt der Schaft in den Kiemen der Forelle, die den Spiegel der Flut ungestüm zerschellt. Umwendet sich Shirin und es trifft das Auge Chosros sie wie der Pfeil den Fisch. In Schere Poem. Molle. Schael. Are. Irani Almani. Oh, migam. Khet Khosro dasht, Shirin dasht. Khob, in kaghazatuno bedid man bezaram kenar. Befarmayid hamigi sham. Khele khosh omade. ما جان، چرا نامه کشی برای آقای مدیر؟ چشات پر خوابت هم؟ خواب شلافن؟ چی؟ شلافن اشلافه؟ Danke. Ob. Wasser.
خوب برا خودت بی خبر میری شهر رو میای یا چطور بی خبر رفتنه؟ تو همین روزه حواس پرت شدی یا؟ به چی مثلا؟ بگو به کی؟ دست دادت نداره بعد از این تاول هم بزنه کم کم آگادت میکنه این کتابه چی از صبح گرفتی دستت؟ گوته دو روز از شهر خریدم مسلمن بقالی قباد اشعار گوته رو نمیفروشه یعنی نداره که بفروشه از کت خدا راست میگفت تو عادت داری را به را عاشق بشی ای تو عاشق دختر جام نبودی؟ اگه عاشق باشی خانواده عروسم بگیرن اونجور کتکت بزنن دخترم صداش در نیاد معلومه دوستت نداره دیگه اون وقت بینی و بین الله تو باشی چه کار میکنی؟ میشینی بپاش تا موهات سفید بشه؟ سیبیلت سفید بشه؟ نه اگه من بودم دو روز بعدش میرفتم عاشق یه دختری دیگه میشده مرد حسابی مگه دل آدم هتله یا مسافرخونه است؟ اونم عاشق هیچ نه عاشق دختر آلمانی؟ این دختره همچین آلمانی آلمانی هم نیست اولا یه رقم از ما داره دوما تازه شب داره قالی وفیات میگیره سوما بابا این از هجرک خوشش میاد از کجا معلوم که یه هجرکی خوشش نیاد شما لطف کن یه نومه معقول قشنگ براش بنویس این کتابم خریدم که دو تا شعر قشنگ آلمانی چاشنش کنی که دیگه تو بی خود زحمت کشیدی من که آلمانی بلد نیستم فارسیش هم تو شخص ببین شما که همین جمله ویل یو مری می رو که بلدی برو همونو بهش بگو همه ی آلمانی ها انگلیسی بلدن غلام پاشو بچرخم همون یار پاریز خالی کنه زودی برگرد.
همون چوبی که پشت در بود. کدوم در؟ همون در که شب نبستی. کدوم شب؟ آب اومد. کدوم آب؟ همون آبی که تش خموش کرد. کدوم تش؟ همون تش که چوب سوزونده. کدوم چوب؟ همون چوبی که پشت در بود. کدوم در؟ یا تو یا علی بگه تو همه چه خالی کنی. آقا بودی یلوک بیا کارتون دارم. خدا بیا مرزه رفته گونه راه قناتو. خدا بیا مرزه رفته فاتحه تو دل خواهیتون بخواهی لشمت بدو. نگم آقا مدیر. یا اشمت. کجا اشمت. اکسار که داده بوده دارم شهر چاپ کده. مرزه باش. کافیه دستتو دراز کنی تا ستاره ها رو بگیری تو مشت. غریب این ستاره. بچه که بودیم خانم جان میگفت هر عشقی که به وجود بیاد یه ستاره تو آسمون متولد میشه، وقتی هم جدایی باشه یه ستاره میمونه. مادانو اینجا هم ننه شبیون بالا رفته چه کار کنی؟ اومدم ستاره را نگاه کنم. خدا به خیر بگذارم. نمیشد همین پایین ستاره رو نگاه کنی؟ آخه ستاره هم نگاه کردن داره؟ آقا مدیر ها اینجا مشمد رو پشت بوم. سلام. سلام آقا مدیر، روبون چه کار میکنه؟ دارم ستاره ها رو تماشا میکنم. انگلیسی رو بخون به دردت میخوره، ولی تو همینجا موندنی هستی. چه ربطی داره؟ به بچه هم بگی یا ربطشم بفهمه. چاموش رو تو بردی؟ دل نگرون نشه، داشتم رد می شدم. دادا جان گفت ما جان کار داره، شما آقای مدیر رو تو ببر. می دونی کارش چی بود؟ داشت ستاره ها رو تماشا می کرد مثل شما. چی می نویسی؟ خصوصیه. یا تا خصوصی هم برای ما بنویسی؟ خصوصیه یعنی خصوصیه. ای بابا دل دله دیگه، چه فرق میکنه؟ دل مال تو نداره که. حوصله قرقر کردنهای کت خدا رو ندارم. ای بابا عجب گیر افتاده ما. به ما چه مربوطه که کت خدا دو سه چهار تا دختر داره؟ تو اجرا کم جوان کم پیدا میشه. نمیلویسی؟ ننویس، خودم دست به کار میشم. خود دانی. بنویس دیگه. الو جناب گرجی سلام. الو بفرمایید. آبتین کارگرم. کجایی تو بس پسر جون؟ چرا تلفنت نمیگیره؟ والا اینجا آنتن نمیده. خبری شده؟ نه اون موقع که ما رو کچل کرده بودی نه والا که اصلا زنگ نمیزنی. دیدم جواب نمیدی، خودم رفتم مدارکتو گرفتم. کارهای مهاجرت درست شده، زودتر پاشو بیا. بله؟ چیه؟ نکن تصمیمت عوض شده؟ جناب گرجی نه من اومدنم به خودم تماس میگیرم خدمتتون. الو 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 عرض کردم من اومدنم و تماس میگیرم خدمتتون. این یکی رو هم دارم میفرستم پایین. آوردی؟ گرفتی؟ خیلی خوب. صبر کن صبر کن
دستت درد نکنه. بعدیش هم بیار که بفرستم. سلام، این کتاب برای شما هست. گوته دنکه، فیلن دنک. ببخشید، یعنی چی این دنکه؟ یعنی دنکه یعنی تشکر. من فکر نمی کردم که شما این بوخ کتاب به من داد. قابلی نداره. شما جون بخواه. یعنی چی قابل نداره؟ یعنی این کتاب خیلی کوچیک. خیلی کوچیک نه گوته، بزرگ. خیلی بزرگ. خیلی شما بزرگتر از گوته. جون بخوای یعنی چی؟ یعنی شما اگه به من بگی بمیرا میمیرم برات. بمیری؟ چرا؟ ببین مارا نخانم، اصلا ولش کن بیخیال، آخرشو بگم. Will you marry me? علی علی یکیشش بالا علی 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 زنده باد یک صلوات بر محمد و آل محمد باش. اللهم صل على محمد و آل محمد. قبل از هر چیزی باید بگم که جای غلام و عمویاور واقعا توی جمع ما امشب خالیه. از این بعد به آب که نگاه میکنیم شفافیتش پاکی روح بزرگ اوناست. من خدمت خودی که از خدا عرض کردم بانی این کار شخص من نبوده، ولی خب ایشون الان اصرار داشتن که من امشب صحبت بکنم. علیه قرار باشه کسی واقعا راجع به این قضیه صحبت بکنه، اون کسی نیست جز ماه جهان. افتخارش دست بزنید. منم جونم توی زلزله مدیون پدر مارانم. اینو همه میدونم. همیشه با خودم فکر میکردم چطور میشه آدمی که اون ور دنیا درس خونده برمیگرده و هر کاری هم از دستش برمیاد برای مردم میکنه. با خودم گفتم ما هم به جای اینکه هجرکا بذاریم و بریم کاری کنیم که
هجرکا دوست داشته باشه. همین. مگم کبوتر با کبوتر، باز با باز. آره چای تو بخور. بگو آن بچه ها کارنامه هاتون حاضره، حالا دونه دونه اسماتون رو میخونم، بیاین به ترتیب با نظم کارنامه هاتون رو تحویل بگیریم. چی شده نقی؟ آقا اجازه یار آقایی خونه سورده برای شما. برای من؟ آقا خروس خوبیه، این بلبل برای تو میخونه. آقا بیبی من گفته بهترین چیزی که دوست داری هدیه کن. قابل تو رو نداره مادر جون، یکم خشک باره و برگ و آلو و اینا بخور، خاصیت داره برات. کم و کم غذا برات گذاشتم، اگر تو را گرست نشد بخور. دست شما درد نکن، به خدا راضی به زحمتتون نبوده، من که فقط زحمت دادم بهتون. نه مادر جون، زحمت چه، برای ما رحمت بودی تو. خداحافظ. به امن خدا. خدا حافظ. ماه جهان نیست؟ ماه جهان پیش پاشو ما اینجا بودن، نمیدونم کجا رفت، الان در رفت. خدا حافظ. خدا حافظ. Thank you.
خداحافظ. چتونه اینطور ماتم گرفته؟ خب جوونه میخواد بره دنبال کار زندگیش. بریم. بریم آقای مدیر. آب را گل نکنیم.